سلام، من زهرا هستم. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام توضیح بدم که بر اساس تجربه شخصی خودم در سفر به کوبا، ایرانی ها چه چیزهایی رو باید با خودشون تو کوبا همراهشون داشته باشن. یکی از چیزایی که خیلی 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 مهم هستش و مربوط به سلامتی شما هستش که بتونید بیشتر از اون هوا و فضا لذت ببرید، آلوورا هستش. به خاطر اینکه این مشکل برای ما پیش اومدش، ما دچار آفتاب سوختگی شدیم و تقریبا میتونم بگم که آلوورا پیدا نکردیم، یعنی پیدا کردیم ولی بعد از مثلا 4 روز و اونم به سختی و با خیلی پرسوجو. ولی خب از اینجا، حالا ما تو کانادا هستیم، از کشوری که شما دارید میاد شاید حمل کردن و اصلا بردن آلوورا سخت باشه یا مثلا مسیرتون خیلی طولانی بشه، خراب بشه یا اصلا نصرفه که این کار بکنید. حتما با خودتون کرم یا لوسیون آفتاب سوختگی داشته باشید، از یک برند معتبر حتما داشته باشید، چون ما این رو هم توی کوبا متاسفانه پیدا نکردیم. موزه بعدی دمپایی هستش. دمپایی انگشتی خوب هستن، منم دمپایی انگشتی داشتم ولی توی اونجا متوجه شدم که خیلی راحت نیستش. اگر که فکر میکنین که با دمپایی انگشتی راحت نیستین، یه مدل دمپایی دیگه هم با خودتون داشته باشید، چون میتونم بگم تقریبا تمام مدتی رو که شما توی ریزورت هستید همش با این دمپایی ها دارید تردد میکنید و همه هم همینطوری هستن. بگو پاسپورتشون هم ببرن. چی؟ پاسپورت که خب معلومه بداره، اصلا نمیدونم چی بگم. اوکی، پاسپورتشون هم میبرن. یا ایتم که کفش خیلی راحت هستش. اونجا تقریبا پیش نمیاد که خانوما بخوان کفش مجلسی بپوشن، کفش های پاشنه دار و اینها. ولی اگر که دارید کتونی میبرید یا مثلا میخواید یه شهر دیگه هم سفر بکنید، پیاده رویتون زیاد هستش، مطمئن باشید که یک کفش خیلی راحت با خودتون حتما داشته باشید. کلاه چند مدل داشته باشید، به خاطر اینکه اونجا خیلی باد هستش، حداقل وقتی که ما اونجا بودیم خیلی بادی بود و کلاهی که من داشتم خیلی مناسب این کار نبودش، برای همین چند تا کلاه داشته باشید. اصلا یه چیز کلی بگم، تقریبا همه آدمایی که ما تو ریزورت میدیدیم حداقل 2 مدل دمپایی داشتن، یکی 2 مدل متنوع کلاه داشتن، اونم به خاطر شرایط هوای اونجا. مثلا اگر که خیلی باد می اومد یک کلاهی میذاشتن سرشون که مناسب تر باشه و باد نبردش. یه بار کلاه منو داشت باد میبرد، قشنگ دویدم گرفتمش. یا مثلا چند مدل مختلف مایو دارن. مایو هم یه مورد مهمی هستش، به خاطر اینکه احتمال اینو بدید که ممکنه آفتاب سوخته بشید یا آفتاب پوستتون خیلی اذیت بکنه، که خیلی هم بده، اصلا خیلی دردناکه. برای همین اگر که ببینید بعضیا با مایوهایی توی آب میرن که آستین دار هستش، حالا یا آستین کوتاه یا آستین بلند، تعجب نکنید. حالا یا قبلا احتمالا سوختن، تجربه بدی دارن از آفتاب و یا هم که دارن پیشگیری میکنن که این اتفاق برشون نیافته، میخوان زیاد توی آب شنا بکنن یا توی اون ناحیه باشن، تو ساحل باشن زیر آفتاب و دارن اینجوری پیشگیری میکنن. ضد آفتاب خوب حتما همراهتون داشته باشه، ولی اینو یادتون نره که بر اساس تحقیقات من ضد آفتاب کمکی نمیکنه به اینکه آفتاب نسوزونتتون یا رنگ پوستتون رو تیره نکنه. ضد آفتاب جلوی مضرات اون آفتاب و اشعه خورشید رو میگیره، وگرنه جلوی آفتاب سوختگی رو فقط سایه میتونه بگیره، یعنی یه مانع باید درست بکنید که آفتاب شما رو نسوزونه، یا حالا لباس مناسب داشته باشید یا همش در سایه باشید. اگر که کسی هستید که کفش راحت تو پاتون نمیره و همیشه از پاشنه‌کش استفاده کردید، حتما با خودتون یه پاشنه‌کش خیلی کوچولو ببرید، چون اونجا تو هتلی که حداقل ما توش بودیم این مورد نبود. بعضی شبا هوا یه کمی چیلی میشه، یعنی یه کمی خنک میشه، همچنین مورمورت میشه، دوست داری که یه شال خیلی سبک بندازی رو شونت یا لباست آستینش بلند باشه. واسه همین محض احتیاط یه شال سبک به خودتون داشته باشید یا یه لباس آستیندار با خودتون همراه داشته باشید که اگه احیانا شب یکمی خنک شد بهتون
خوش بگذر و اذیت نشید. بعضی رو من دیدم که چتر رنگ روشن میارن، حالا نه توی ریزورت استفاده میکردن، این چتر رو بیشتر وقتی استفاده میکردن که میخواستن به یه توری برن یا به یه شهر دیگه مسافرت بکنن یا خیلی میخواستن توی شهر را برن و نمیخواستن آفتابشون بخوره، از یه چتر خیلی بزرگه، معمولا هم رنگش حالا یا سفید بود یا کرم بود با خودشون داشتن. اگر که احتمال میدید که دلتون درد بگیره و یکی از چیزایی که به دل دردتون کمک میکنه یا اصلا به حال خودتون کمک میکنه نبات هست. من خیلی یاد دیدم که وقتی مسافرت میرن به خودشون نبات دارن، شاید الان بخندیم ولی وقتی که توی اون شرایط توی اون کشور هستی که این چیزا رو پیدا نمیکنی، اون حس خوبه برای بعضیا، من دیدم اینو واقعا دارم میگم که نبات حالشون رو خوب میکنه، یعنی با چایی که دارن میخورن یکمی نبات توش میریزن و میخورن باهاش. حالا شاید شما هم اینطوری باشید و بهتون کمک بکنن، ولی در هر حال بدونی که اونجا نبات پیدا نمیکنی. یه چیز دیگه درباره سوغاتی خریدن، اگر که میخواید سوغاتی بخرید و بیارید، اونا بهتون میگن که، یعنی فروشنده بهتون میگه که اوکی من براتون میپیچم، ولی وقتی که میپیچه براتون مثل ایران نیستش که مثلا براتون قشنگ توی پلاستیک بپیچه یا از این بابلی یا از این کیسه های حبابی براش بپیچه، اینطوری نیستش، اصلا همچین چیزی ندارن. توی یه روزنامه خیلی معمولی یه برگ روزنامه براتون میپیچن. اگر که چیزی دارید میارید که شکستنیه، خیلی حساسه و باید بریدش توی بار، نمیتونید با خودتون تو هواپیما بیارید، حتما با خودتون یه کوچولو هم که شده از این پلاستیکای بابلی حباب دارا با خودتون داشته باشید که اگر که خواستید استفاده بکنید و خیالتون راحت باشه چیزی شکسته شده بر نمیگرده به کشورتون. موضوع بعدی این هستش که چه پولی ببریم به کوبا. خب توی اونجا شما میتونید پزوی کوبایی داشته باشید که اصلا واحد پول اون کشور پسو هستش، یا میتونید دلار کانادا یا دلار آمریکا، یورو، پوند، هر چیزی که دوست دارید ببرید، ولی بهترین حالت این هستش که شما دلار آمریکا به خودتون داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه شما فکر کنید که میرید یه رستوران، بهتون میگن که اوکی قیمت این غذا 40 دلار هستش و بعد شما میپرسید دلار آمریکا یا کانادا، خیلی هاشون نمیدونن که یا نمیدونن یا اینکه براشون خیلی فرقی نمیکنه دلار کانادا یا آمریکا بگیرن، فقط میخوان دلار داشته باشن، میگن که اوکی فرق نمیکنه. خب اگه شما دلار کانادا بهشون بدید به نفعتون هستش، ولی اونایی که میگن که دلار آمریکا، خب مثلا 40 دلار آمریکا شما هزینه غذاتون میشه، شما دلار آمریکا ندارید، میگید که اوکی من دلار کانادا بهتون میدم، معادل 40 دلار آمریکایی میشه 55 دلار کانادایی مثلا، ولی اونا اینجوری حساب نمیکنن، اونا یه کمی بعد حساب میکنن و مثلا یهو بهتون میگن 70 دلار باید بدید. اینو من شوخی نمیکنم، راستش رو میگم این اتفاق افتاد نه برای ما ولی برای چند تا از توریستای دیگه که اونجا بودن این اتفاق افتاد. پس بهترین حالت این هستش که شما با خودتون دلار آمریکا داشته باشید، حالا دلار کانادا هم داشته باشید اوکی هست، ولی خب اینجوری کمتر ضرر میکنید اگر که غیر منصفانه بخوان براتون پولتون رو تبدیل بکنن. موضوع بعدی هم یه کوچولو غیر مربوط هستش به این موضوع این ویدیو و اونم این هستش که وقتی که میخواید تاکسی سوار شید، وقتی میخواید غذا بگیرید، وقتی میرید رستوران و جاهای مختلف چیزی رو میخواید بخرید، قبلش حتما قیمت رو چک بکنید، به خاطر اینکه وقتی که تاکسی رو سوار میشید، وقتی که ارزش اون مسیری که دارید میرید 10 دلار کانادا هستش، وقتی به مقصد میرسید هر چقدر که اونا گفتن باید شما پرداخت بکنید، هر چقدر هم بگید که او نه من دیروز اومدم 10 دلار پرداخت کردم یا دوستم اومده 15 دلار پرداخت کرده، اونا خیلی راحت میتونن بگن که به ما 30 دلار بده و شما باید پرداخت بکنید. پس همیشه هم کارنسی یعنی واحد پولی که باید پرداخت بکنید رو باشون چک بکنید و هم مبلغ رو که چقدر قیمت تمام شده است من چقدر باید پرداخت بکنم، این دوتا رو یادتون نره. موضوع بعدی هم اگر که دختر هستید و مثلا من لاک میزنید، لاک دوست دارید، البته من همیشه نمیزنم چون وقت نمیکنم، ولی اگر که دوست دارید، اگر که خودتون دارید لاکتون رو میزنید، بدونید که اونجا پاک میشه به خاطر اینکه شما همش توی آب هستید و لاکتون لب پر میشه. اگر که مثلا من دوست ندارید که این اتفاق براتون بیفته و یکمی همچین
انگشتاتون شلخته به نظر برسه، بهتر که برید حتما به سالن، اونجا براتون لاکتون رو بزنن، به خاطر اینکه اونا با ژلیش و حالا مواد مختلفی که استفاده میکنن خیلی براتون موندگارتره اگر که خیلی حساس هستید به این قضیه. چون وقتی که لاکتون رو خودتون میزنید به اون محکمی که سالون براتون لاک میزنه نیستش و توی آب خب خیلی راحت اینا کنده میشن. و اما قسمت خوراکی ها، یه بار دیگه اینم بگم که سوسو گفتم بهتون که چه چیزایی با خودتون ببرید برای اینکه به غذاتون اضافه بکنید، خوشمزه ترش بکنید. اگر که میتونید لیمو ترش ببرید که خیلی خوبه، ما ایرانی ها غذاهای ترش و اصلا طعم ترش رو خیلی دوست داریم، اگر که بتونید کار بکنید. ولی اگر هم خواستید این کار بکنید نباید توی کوله پشتیتون بذارید یا کریانتون، باید بفرستیدش توی قسمت بار. با خودتون چیپس ببرید، اونجا چیپس پیدا نمی کنید. یه تنقلات و اسنک های این شکلی با خودتون ببرید، به خاطر اینکه اونجا که پیدا نمی کنید تو ریزورت هم همچین چیزی نیست. 1% اگر هم پیدا بکنید مطمئن باشید که خیلی گرونه. من ندیدم ولی میدونم که خیلی گرونه اگه پیدا بکنید تازه. و موضوع بعدی، با خودتون شکلات ببرید اگر که دوست دارید شکلات بخورید. اصلا روزگارتون بدون شکلات سپری نمیشه. یا با چاییتون، با قهوه‌تون دوست دارید شکلات بخورید، چیز با کیفیت بخورید، شکلات، بیسکویت، اینا رو میتونید با خودتون ببرید. و یه نکته دیگه هم این که بعضی از اپ ها توی تلفن ها باز نمیشه. مثلا شما نمیتونید توییتر باز بکنید، یا حتی بعضی اپ ها ساپورت نمیشه با تلفن آیفون، اونم به خاطر تحریم هایی هستش که روی این کشور وجود داره. ولی بعضی اپ ها رو ما امتحان کردیم با تلفن های سامسونگ یا تلفن های دیگه باز شد ولی با آیفون باز نشدش. ولی کلا بعضی اپلیکیشن هم باز نمیشه، مثلا توییتر باز نمیشه، یا اگر که یه اپلیکیشنی روی تلفنتون نصب کردید که قفل در خونتون رو چک بکنید یا چراغای خونتون رو چک بکنید، اینا هم کار نمیکنه. حداقل با تلفن من کار نکردش، ولی فکر میکنم که چند تاش با سامسونگ کار کرد. منظور این که اگر که یه کار مهم دارید، مثلا یه قسطی رو باید پرداخت بکنید، یه ترانسفر پول باید انجام بدید، انتقال پول باید انجام بدید، خیلی توی اونجا حساب باز نکنید. اینترنت ما نسبتا میتونم بگم که خوب بود، اوکی بود، من مشکلی تقریبا با اینترنت نداشتم. ولی اگر که یه اپلیکیشن خاصی رو باید باز بکنید، یه کار خاصی باید انجام بدید، بهتر که قبل از رفتن این کار رو انجام بدید. آهان، اینم یادم رفت بگم، چت جی پی تی هم باز نمیشه توی کوبا، نمیتونید چت جی پی تی رو استفاده بکنید. یه موضوع دیگه، اگر که خیلی حساس هستید به اینکه ملافه خودتون رو حتما داشته باشید، اشکالی نداره، ملافه چیز سبکی هستش و شما میتونید حالا بسته به اون ایرلاینی که دارید باش سفر میکنید میتونید تا 23 کیلو بار با خودتون داشته باشید. 23 کیلو واسه یه نفر خیلی زیاده، خیلی زیاده، it's more than enough. میتونید توی بارتون ملافه با خودتون داشته باشید، روبالشی داشته باشید، یا حتی میتونید یه پتو مسافرتی نازک با خودتون داشته باشید که اگر که رفتی توی اون اتاق رو هتلتون دوست نداشتید یا به دلتون ننشستش، بالاخره بهتون خوش نمیگذره، میتونید از وسایل شخصی خودتون اینطوری استفاده بکنید. و همین نکته در مورد شامپو، صابون، شوینده هم صدق میکنه. اگر که حساس هستید، شامپوی خاصی استفاده میکنید، با صابون خاصی یا پوست حساسی دارید، دیگه این مواد رو باید داشته باشید. برای نهار باربیکیو که میشه آخر نهار ما توی کوبا. و یه چیزی هم از یه نفری که تو اون رستوران کار میکنه خواسته بودیم، یعنی عکسش رو نشون دادیم و به زحمت متوجهش کردیم که ما دقیقا چی میخوایم. ببینیم که برامون تونسته پیدا بکنه یا نه.
گفتش که پیدا میکنم براتون. امروزم که روز آخر سفر ما هستش گفت براتون میارم. حالا ببینیم پیدا کرده یا نه. خب اول من یه توضیح بدم ما دنبال چی میگشتیم. اونایی که توی جنوب زندگی کردن میدونن که گارم زنگی چی هستش. توی کوبا هم هستش ولی الان فصل گارم زنگی نیستش. اگر که گوگل کنید گارم زنگی میبینید که چه شکلی هستش و اینا، مثلا که میوه خوشمزه است. منم خودم نخوردم ولی گفتن که الان فصلش نیست. این پشت سر منو ببینید، کنار ساحل دارن ورزش میکنن. خب هم نلا ما پرسیدیم و نتونسته بودش بیاره به خاطر اینکه گفتش که اصلا فصلش نیستش. من فکر کنم مثلا شاید یکی دو ماه دیگه فصلش باشه. خب بریم برای بار سوم رستوران ایتالیایی که بهترینشون بودش بین انتخابایی که اینجا بودش. دیگه شام آخر رو توی وارادرو کوبا بخوریم و بریم یه کمی تو لابی بشینیم و عکسای آخرام بندازیم و فردا صبح زود باید چک آوت بکنیم و برگردیم. ما چک اوت کردیم و من اومدم با این منظره بی نظیر خداحافظی کنم تا دیدار بعدی بدرود. از ته دلم آرزو میکنم همه ایرانی ها، خصوصا ایرانی هایی که داخل ایران زندگی میکنن، به زودی و به راحتی بتونن به همه جای دنیا سفر کنن، آزاد و راحت.
بود ویدیوی چیزایی که باید به کوبا ببریم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم اگر که لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید به چنل ما اگر که هنوز این کار نکردید و مرسی ازتون. میبینمتون تو ویدیوهای بعدی.